خب ما اینجا چند دستگاه هیت پمپ داریم. این هیت پمپ ها کمپرسوراشون خراب میشن. کمپرسور خراب شده، کمپرسور به صدا افتاده، کار میکنه. هم میخواییم روش کار هیت پمپ رو با هم دیگه چک بکنیم تو این دستگاه، هم علت خرابی این هیت پمپ ها. چند تا نکته جالب وجود داره. اول اینکه بریم سراغ سیکل گرمایش این چیلر. اولین قسمت کمپرسور هست، کمپرسور اسکرو رفکام. سیکل رو با هم دیگه تری میکنیم. خط دیسچارج هست، گاز دیسچارج میشه، وارد یه جدا کننده یه روغن میشه، بعد از اون وارد شیر چندرایه میشه. اصولا باید خط دیسچارج بره سمت کندانسور، اما اینجا وارد کندانسور نمیشه، شیر چندرایه مسیر رو عوض میکنه، میفرستش داخل اون لوله. از اینجا وارد این لوله میشه و میاد وارد اواپوراتور میشه. با هم دیگه چکش کنیم. مبرد داغ وارد اواپوراتور میشه. آب مصرف کننده هم اینجا گردش داره، پس تبادل انجام میده، آب رو داغ میکنه، گرم میکنه و از این طرف خودش مایع میشه. پس مسیر خروج و ورود اواپراتور برعکس میشه و مایع مبرد رو اینجا داریم. نکته جالب توی این چیلرها این قسمت هست. سازنده های مختلف این ترلوله کشی رو مختلف اجرا میکنن. حالا این رو با هم دیگه مرور میکنیم. با یه اکسپنشن الکترونیکی داریم. اصولا اگه مبرد بخواد بیاد اینجا رد بشه، برعکس از این اکسپنشن الکترونیکی قرار رد بشه. اما یه اتفاق دیگه میافته. یه شیر یک طرفه داریم که رو به این سمته، پس مبرد به این سمت نمیتونه بیاد. یه شیر یک طرفه رو به بالا داریم، مبرد رو به بالا میره، میریزه داخل این مخزن. این مخزن یک ریسیور هست. خب از ریسیور خروجی گرفتیم، میادش داخل فیلتر درایر. وقتی وارد فیلتر درایر میشه، از این سمت وارد اکسپنشن والو الکترونیک میشه. خب پس ما دور زدیم اون مسیر رو که نمیتونستیم مستقیم بیایم تو اکسپنشن، از طریق این شیرها آوردیم این داخل، از اینجا هم از طریق این لوله میادیمش داخل فیلتر درایر. بعد فیلتر درایر مبرد وارد اکسپنشن والو الکترونیک میشه و از طریق این شیر یک طرفه به سمت بالا میره و از این طریق وارد کندانسور میشه، وارد خروجی کندانسور میشه. توی کندانسور تبادل انجام میشه. این آبهایی که میبینید آب کندانسی هست که توی کندانسور رطوبت نسبی هوا جمع شده. ببینید توی کندانسور الان اواپراتور ما هست، مبرد توسط اکسپنشن والو الکترونیک پاشیده شد داخل کندانسور، هوای محیط رو خنک میکنه. سوپر هیت هست 6 تا 8 درجه. این لوله که شبنم زده و داره آب ازش شکل میکنه، لوله ساکشنمون میشه که از کندانسور داره میاد وارد شیر چنرایه میشه. خب این شیر مسیر رو هدایت میکنه به سمت ساکشن. پس از طریق لوله بعدی وارد اکومولاتور ساکشن میشه.
وارد اکومولاتور میشه و گاز برمیگرده به کمپرسور، سیکل دوباره طی میشه. چند تا نکته. ما اینجا یه اور سپریتر داریم، جدا کننده روغن. کف لوله، کف جدا کننده روغن، یه لوله برگشت روغن داریم. این لوله برگشت روغن ببینید مستقیم رفته خورده به ساچه. پس لوله برگشت روغن ما مستقیم بدون هیچ اتصالی خورده اونجا، خورده به ساکه. به نظرتون این مشکلی رو ایجاد میکنه یا نه؟ یعنی هیچ شیربرقی سر راه این مدار نیست، هیچ کنترلی هم نیست رو سطح روغن توی اویل سپریتور. دوم، یه رگولیتور گاز داریم، رفریجرنت رگولیتر داریم اینجا. بالاشو نگاه کنید، یه گردی هست که قابل تنظیمه. یه لوله بهش وصل شده، میاد فشار ساکشنمون رو میخونه. در این حال یه خروجی داره که اتصالش هم از اینجا گرفته، از خط مایع. مایع مورد رو میفرسته، اکسپند میکنه، میفرسته به ساکشن. این رو زمانی میذارن تو سیستم سرمایه افته فشار ساکشن داریم که مورد رو به ساکشن برسونه، ساکشنمون زیاد افتن کنه. تو چیلرهای سنتی گذاشته میشه، اما بیشتر تو چیلرهای که مثلا قرار سودو رو خنک کنن، منفی 40 درجه، دماهای پایین این قضیه دیده میشه. ساختار بسیار جالبی هست اگر درست رعایت نشه طراحی ها، یعنی کندانسورتون قرار بشه اواپراتور، اواپراتورتون بشه کندانسور، درست طراحی نشه، سایز زنی ها درست انجام نشه، خیلی سریع کمپرسور خراب میشه. اما ما اینجا خرابی کمپرسور داریم به چند دلیل. مشکل اول سیستم کنترل ظرفیت هست. کمپرسور توی یک ماه میره تو ظرفیت پایین کار میکنه که بین فصل هست. سیستم کنترل این چیلر بورد هست، کنترلر استاندارد نیست. در این حالی که ظرفیتی که میخواد زیاد نیستش، به خاطر همین تو ظرفیت 25-50 کار میکنه. خب این یه مورد، خرابی به وجود میاد. مورد بعدی، یه نکته خیلی خیلی جالب. ببینید حاشیه خلیج فارس هستین، پوسیدگی اینجا زیاد اتفاق میفته. میان از لوله هایی مثل پولیتیلن استفاده میکنن. داخل لوله پولیتیلن رو میبینید یه اتصال فلنج جوش دادن، چه لبه یه انداخته. خب چه افت فشاری میتونه اینجا اعمال بکنه، به وجود بیاره؟ خیلی زیاد هست. خب این قضیه میتونه، حساب کنین چندین تا اتصال میتونه باعث جلوگیری از حرکت جریان آب به داخل لوله بشه. بعد از اون توی اتصالات لوله‌های اصلی به فرعی اومدن کمربند استفاده کردن. ببینید این کمربند ها سایز داخلیشون کم هستش، اینم دوباره دبی ما یه مقدار کاهش پیدا میکنه. سومی مطلب پمپ ها هست. توی پمپ ها هم دوباره هم دبی رعایت نشده، همین که سایز بندی ها درست رعایت نشده و کلکتور ساختن ها درست رعایت نشده، نتیجه کمپرسور خراب، کمپرسور بعدی صدادار و کمپرسور آخر که آب بهشون میرسه برن کار میکنن. اومدیم سر یه مجموعه هیت پمپ دیگه. 6 دستگاه دیگه از این هیت پمپ داریم. این کمپرسور الان داره با ظرفیت 25% کار میکنه. خب کارکرد کمپرسور توی این ظرفیت طولانی مدت باعث آسیب میشه.
ارتعاش زیادی خواهیم داشت توی روتورهای نری و ماندگی و رول برینگ ها آسیب میبینن. پس یکی از علل خرابی این قضیه هست. یکی دیگه از عواملمون هم لوله کشی هستش. خب ببینید، پس وقتی که تو 25 درصد هیت پمپا کار میکنن این اتفاق میفته، رود برینگا خورده میشن، به بدنه میکشه، خوردگی خیلی شدید میده. روتورهای نری و مادگی هم میبینید چه خوردگی شدیدی دادن. کار کرده کمپرسور توی 25 درصد این بلا رو میتونه سر کمپرسور بیاره.